سلام به استدیوی آزادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 ماه جدی سال 1398 است. من جکفر احمدی میزبان شما هستم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان را رد کرد. در گزارش دیروز این سازمان آمده است که در شش ماه نخست سال 2019 برای اولین بار در عملیات نیروهای افغان و امریکایی به غیر نظامیان تلفات بیشتر وارد شده تا در حمله های طالبان. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی طالبان را مقصر اصلی تلفات افراد ملکی در این کشور دانست. پخش گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر از سوی مقام این سازمان در آن به وضعیت حقوق بشر در حدود 100 کشور جهان و شمول افغانستان پرداخته شده. به گفته مقام های دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، طرف های درگیر جنگ در افغانستان قوانین جنگ را نقص کرده و به غیر نظامیان آسیب رسانیدن. کنت رایت رئیس این سازمان درباره گزارششان در نیویورک معلومات داد. بر بنیاد گزارش، در شش ماه نخست سال 2019 در عملیات نیروهای افغان و امریکایی به غیر نظامیان تلفات بیشتر وارد شده تا حمله های طالبان. در گزارش آمده است که از اول ماه جنوری تا سیوم دسامبر پارسال نزدیک 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نیروهای مسلح این کشور خواسته است که به خاطر سقوط تیاره اوکراینی عذرخواهی کنند در این حال یک مقام سپاه پاسداران گفته است سقوط این تیاره اشتباه است که به گفته او از سوی دشمن بر ایران تحمیل شده حسن روحانی خواستار وحدت ملی در کشور شد او امروز در تهران در این مورد سخن گفت خب ما در همه این حوادث اونی که باید در نهایت به دست بیاد انسجام ملی است وحدت ملی است هماهنگی ملی نتیجه نهایی نباید شکاف ملی باشه روحانی از نیروهای مسلح ایران خواست که به خاطر سقوط تیاره اوکراینی عذرخواهی کنند امیر حلی زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران امروز گفت سقوط این تیاره اشتباهی است که به گفته او از سوی دشمن بر ایران تمیل شده در نتیجه سقوط تیاره مسافر بری چارشنبی گذشته در نزدیکی تهران 176 تن به شمول 13 افغان جان دادن سه روز پس از این رویداد نظامیان ایران پذیرفتند که تیاره به گونه غیر عمدی و در نتیجه خطای انسانی توسط راکت آنها سقوط کرده پس از پذیرش مسئولیت سپاه پنج روز پیش تظاهرات علیه رژیم ایران در شمار از شهرهای این کشور آغاز شد تیاری اوکراینی چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمونی فرمانده پیشین نیروی قدس توسط امریکا در حراق سقوط کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سهشنبه هنگام سخنرانی در ایالت ویسکانسن از تصمیم برای کشتن سلیمونی دفاع کرد even though hundreds hundreds نیروهای امنیتی لبنان و معترضان در بیرون از بانک مرکزی این کشور با هم درگیر شدند. در رویداد دیشب نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کردند و معترضان هم از چوب و دیگر اشیا کار گرفتند. درگیری در بیروت پایتخت لبنان بحران اقتصادی در این کشور محترزان را مجبور ساخت تا بر بانک مرکزی اجوم ببرند. آنها شیشه های بانک را شکستند. زبالدانی ها را نیز آتش زدند. ماموران امنیتی هم دست به کار شدند و گاز اشکاور شلیک کردند. موجی از اعتراض ها در ماه اکتبر پارسال علیه حاکمان لبنان آغاز شد. با گفته محترزان آنها کشورشان را دچار بحران اقتصادی کرد و دنبال اعتراض ها سعد عریدی از کرسی صدر کنار رفت سیاستمنداران هنوز نتوانستن روی تشکیل حکومت نو و یا طرح نجات توافق کن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کارهای بیشتر برای رشد نفوس در این کشور انجام شود. نفوس روسیه در حال حاضر حدود 147 میلیون هست. سخنرانی خطاب با ملت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز روی رشد جمعیت و حمایت از خانواده های جوان تاکید کرد و گفته پوتین درآمد کم مانع عمده در برابر افزایش جمعیت در روسیه است او وعده کرد که حکومتش کمک های اضافی را برای خانواده هایی که فرزند دارند پیشنهاد می کند. و در اندونزیا بزرگترین کشور اسلامی جهان می دانید دقیقا چه تعداد مسجد وجود دارد؟ حدود هزار نفر دنبال دریافت پاسخ به این پرسش هستند. این گروه از سال 2013 تا کنون بیش از 554 هزار مسجد را ثبت کرده. حکومت ما نگران است که در شماری از این مسجدها افراتیت ترویج می شود. مسجد بیت الرحمان در شهر آچه اندونزیا کشور با 260 میلیون جمعیت که اکثریتش را مسلمانان تشکیل می دهند. سوبولا سالم یکی دیگر از بزرگترین مسجدهای های است. حکمت اندونزیا پیش از این شمار تمامی مساجد در سرتاسر سر این کشور را بیش از 740 هزار تخمین زده بود. اما یک تیم حدود هزار نفری برای مشخص ساختن شمار دقیق ها چند سال است کار می کند. این مرد بخشی از معلومات در مورد مساجد را با استفاده از درون گردآوری می کند. آنچه را که ما گردآوری میکنیم اطلاعات در مورد این است که آیا یک مسجد تحت تاثیر ایدیولوژی افراطی است یا نه در سال 2018 حکمت اندونزیا گفت ده ها مسجد در جاکارتا پایتخت این کشور را شناسایی کرده که در آنها افراتیت و خشونت علی غیر مسلمان ها ترویج می شده است از همراهیتان با ما در استدیوی آزادی تشکر اینها در صفحه اینترنت و فیسبوک ما همیشه قابل تماشاست خدا نگهدار